با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه دوم ماه جدی سال 1304 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. متهم شدن رهبری نظامی و سیاسی افغانستان به ناکاری و بی‌برنامگی در ناامنی های هلمند. هنگامی که ما هلمند را ترک گفتیم، ارتش افغانستان بسیار توانمند بود، اما از آنچه که رهبری ارتش و رهبران سیاسی افغانستان انجام دادند، من بسیار ترسیده هم. آمادگی ها برای گشایش ساختمان تازه شورای ملی، اصلاح نخست وزیر هند بر رئیس جمهور غنی. تأکید عالمان دین بر دوری از خشونت‌ها و تندروی‌ها در روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام. انتقاد سرمایه گذاران از نبود زمین برای ساخت کارخانه ها در کشور. و متهم شدن روسیه به کشتار غیر نظامیان در سوریه از سوی سازمان عفو بین الملل. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. علت گسترش نامنی ها در افغانستان و ویژه در هلمند ناکارایی رهبری نظامی و سیاسی افغانستان است. رئیس پیشین ارتش بریتانیا با تاکید بر این مطلب میگوید تا هنگام حضور نیروهای ناتو در جنوب افغانستان اوضاع این بخش ها قناعت بخش بود، اما بی برنامگی رهبری نظامی و سیاسی افغانستان در نگهداری از ثبات با هراس افغانان فرصت برگشت داده است. در این حال وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که 40 نظامیش را به پایگاه نظامی شورابک فرستاده است. این نظامیان بریتانیایی به حیث مشاور فعالیت خواهند کرد. لارد دنت، کسی که در اوج حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان رئیس ارتش بریتانیا بود، بدتر شدن اوضاع امنیتی را در هلمند نتیجه بی‌پروایی حکومت افغانستان به این ولایت می‌داند. وی هشدار می‌دهد که اگر سرمایه گذاری بریتانیا در هلمند نابود شود، حکومت افغانستان مسئول آن خواهد بود. هنگامی که ما هلمند را ترک گفتیم، ارتش افغانستان بسیار توانمند بود، اما از آنچه که رهبری ارتش و رهبران سیاسی افغانستان انجام دادند، من بسیار ترسیده هم. آنان هلمند را در اولویت قرار ندادند. رهبران سیاسی و نظامی افغانستان شش بخش را که هلمند در میان آنها نبود، در پیکار در برابر طالبان در اولویت قرار دادند. اما دشمن، یعنی طالبان، گرفتن هلمند را در اولویت قرار داده است. ولسوالی سنگین، جایی که تنها 96 سرباز بریتانیایی جان باختند، در مقایسه با بخش‌های دیگر بیشتر گواهی درگیری ها بوده است. کجکی یا مساقله یا سنگین چلته اکمالات نکیږي، هلته رپتومات نکیږي، هلکه ویله سړکونه بند وي، لاره بند وي، نو په خاطر دې هلته مړي پراتی. این تنها سنگین نیست که در شاله های جنگ می سوزد، ولی سواله های دیگر هلمند نیز گواهی نبردستند. شهیدان و زخمیان پیلان واس پا کماندانی که پراته دی چوک دوان توجوان نده کماندانی تا نده کلی چرا سید موشه در زخمیان شهیدان انتقال که را سرایوی لشکرگاه. 80 کیلومتر دورتر از سنگین در حومه های شهر لشکرگاه نیز نبردها میان طالبان و نیروهای دولتی از هفته ها بدین سو ادامه دارند. دغه تاکان خو دوی د سرایو بغل مرمۍ ټوله په سرای کې مښتې دي، بدنې را سوری کړي، خونې را سوری کړي دي، غټې غټې مرمۍ دي. وضعیت چرنجیر خیلی وضعیت خراب بود، به خاطر کې مردم ملکی د اینجا شته نمیتونن. این طرف کې از سایه دشمن است، از دشمن میه میدنشان د اینجا که اگر مردم ملکی میه اینجا میدنشان دو جم نفره چند روز پیش دابن. اما حکومت از داشتن برنامه ویژه برای بهبود اوضاع امنیتی هلمند سخن میزند. خاص پروګرامونه له طرفه د وزارت محترم دفاع او داخله او امنیت ملي نیول سوي دي، شورای امنیت په دوه اړخه پریکړه لري. اما چرا امسال در فصل سرما نیز درگیری ها فروکش نکردند؟ مقام های غربی میگویند که اکنون یک خلای استخباراتی نیز در افغانستان به میان آمده است، زیرا ناتو نمیتواند تمامی بخش ها را زیر نظارت داشته باشد. از همین رو 5 تا 7 هزار هراس افغان خارجی نیز به این کشور برگشتند.
با این همه نگرانی ها سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که مخالفان مصالحه دبله در این اواخر اداره هیچ ولسواری هلمند را در دست نگرفتند. معصوم استانکزای در نشست خبری مشترک با وزیر امور داخله میگوید که چند ولسواری هلمند گواه حملات و فعالیت های گسترده مخالفان هستند و نیروهای دولتی برای در هم شکستن مخالفان مصالحه دولت عملیات مشترک را به راه انداختند. بلندپایه‌ترین مقام های ارتش و پلیس آمدند تا درباره اوضاع امنیتی کشور به ویژه درباره اوضاع امنیتی ولایت هلمند سخن بگویند. سرپرست وزارت دفاع ملی حمله های اخیر مخالفان مصالحه دولت را در افغانستان نتیجه رقابت های منطقه‌ای و دسیسه های بیرونی ها می داند و تاکید می ورزد که در حال حاضر 23 گروه به شمول جنگجویان آسیای مرکزی و پنجابیان در افغانستان می جنگند. اما اوضاع امنیتی در ولایت هلمند چگونه است؟ بارانچر که ولسوالی نیست ولی یک ساحه از هلمند است، ساحه سرحدی هستند. مسئله باغران از وقتهای سابق اونجا چی بود، دیگه هیچ ولسوالی به دست دشمن نیست. گپ اول اینمی موضوع هستند. مشکلات وجود دارد؟ بله مشکلات وجود دارد. وزیر امور داخله حمله های تازه طالبان را بر چند ولسوالی هلمند تلاش برای دسترسی به منابع تمویلشان در این ولایت می داند. هلمند جایگاهی است که در اونجا بزرگترین البته امکاناتی که برای زر تولید و قاچاق مواد مخدر از یک طرف، دیگه در جنوب افغانستان است، دیگه هم سرحد بودنش بازم به همسایه ما که در دامن خود اینا چطور تروریست ها را جا دادن، یکی از مراکز تمویل تروریست ها باید در اینجا باشد. در این میان خود بسنده شدن نیروهای هوایی کشور تنها گزینه برای پیروز شدن آنان در برابر مخالفان مصالحه گفته می شود. اگر ما جنگنده ها، چرخبال ها و پشتیبانی هوایی خودمان را داشته باشیم، من فکر می کنم که مردم افغانستان قادر خواهند بود تا از کشورشان دفاع کنند. وزارت دفاع ملی جنگ تبلیغاتی مخالفان مصالحه را یک چالش جدی در برابر نیروهای دولتی می داند و از عالمان دین می خواهد که در برابر جنگ کنونی در کشور موضع گیری کنند. سرپرست این وزارت بار دیگر تاکید می ورزد که حکومت به ایجاد گروه های مصالحه شخصی اجازه نمی دهد و آنان در چارچوب نیروهای امنیتی باید از کشور دفاع کنند. کار ساختمان تازه شورای ملی افغانستان به پایان رسیده است و قرار است به زودی از سوی رئیس جمهور غنی و نخست وزیر هند گشایش شود. این ساختمان آمیزه از معماری های مدرن و مغولی است و گنبد این ساختمان یکی از بزرگترین گنبدها در سطح آسیا گفته شده است. این ساختمان که از کمک های هند است در 8 سال ساخته شده است. قرار بود کار این ساختمان زودتر به پایان برسد، اما به علت توقف مواد ساختمانی آن در پاکستان این کار به درازا کشید. بزرگترین گنبد آسیا هدیه بزرگترین کشور مردم سالار جهان به مردم افغانستان. ساختمان تازه شورای ملی که به کمک هند ساخته شده است. ساختمانی که آمیزه از معماری های مدرن و مغلی است. با هزینه در حدود 200 میلیون دلار در نزدیک کاخ دارلمان ساخته شده است. یو داسې تعمیر ده چې په د سیمې په کچه باندې یو استاندارد یو معیاري تعمیر ده چې د افغانستان د لسها او کلونو د پاره ده بیخي کفایت کوي. تقریبا اویا کال سل کال نور د پاره چې د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو وي د استازو تعداد زیاتېږي، موږ مکمل د دې لپاره آمادګي لرو. این هم تالار بزرگی برای برگزاری نشستهای مجلس نمایندگان است. در ساختمان تازه شورای ملی افغانستان این تالار بزرگ تالار مجلس نمایندگان است که اعضای مجلس نمایندگان اینجا جلساتشان را برگزار خواهند کرد و گفته می شود که این تالار گنجایش نزدیک به 400 کرسی را دارد. این تالار که گنجایش 190 تن را دارد برای مجلس سنا ساخته شده است. ساخت آبشارها و گنبدها جلوه های ویژه‌ای به این ساختمان دادند. این ساختمان بر گستره 15 جریب زمین ساخته شده است. کار ساخت این ساختمان 8 سال پیش همچون نشانه دوستی کابل و دهلی نو آغاز شد. کله چې به هند هیواد نه مواد راتلو کابل ته د ترمیم په خاطر د امار په خاطر به متاسفانه دوست دغه پاکستان هیواد به هغه د کراچۍ په بندر کې دی با ایواز دیده چی پا چلوی خروز و پینزه چلوی خروز کرا ورسی چلور میاس شپنگ میاس تال ور کولو نو دی حقوق پا اساس بانده دی پروژه دیر زیاد وقت بونی ول تر چو چه جول اسو.
تالار نشست ها، دفترهای کار برای نمایندگان، کتابخانه، تالار نانخوری و دفتر رسانه‌ای از بخش‌های دیگر ساختمان تازه شورای ملی هستند. هند پس از آمریکا، ژاپن، بریتانیا و آلمان بزرگترین کمک کننده افغانستان است و در نظام کنونی بیش از 2 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. ساخت بند سلما، ساخت جاده زرنج دلارام و ساختمان تازه شورای ملی بزرگترین برنامه‌های ساختمانی هند در افغانستان هستند. قرار است برای گشایش این ساختمان نخست وزیر هندستان برای نخستین بار به افغانستان بیاید. شکیلا ابراهیم خیل، طلوع نیوز. امروز 12 ماه ربیع الاول روز میلاد پیامبر بزرگ اسلام است. شمار از عالمان دین در این روز میگویند که تندروی و خشونت با دین پیوند ندارد. این عالمان دین از مردم میخواهند تا با پیروی از پیامبر بزرگ اسلام از تندروی ها دوری کنند و راه صلح و دوستی را در پیش گیرند. امروز 12 ربیع الاول زادروز پیامبر بزرگ اسلام بود. در این روز عالمان دین از مردم میخواهند تا با الهامگیری از راه و رویش پیامبر اسلام صلح و دوستی را پیشه کنند. دین اسلام دین خشونت نیست. اساسا در دین اسلام خشونت، کشتار، قتل، فجایع این جایگاه خود ندارد. اما آیا دیدگاه های افراطی و عملکردهای نادرست که از سوی حلقه ها و گروه های زیر نام اسلام در جامعه مطرح می شوند پیوندی با اسلام دارد؟ اسلام از افراط و تفریط قطعا در اسلام جای ندارد و این مفکوره مخصوصا در افغانستان از کشورهای بیرون وارد شده. این گفته ها در حالی مطرح می شوند که شهروندان کشور هر روز گواهی خشونت ها و تندروی ها هستند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. سازمان عفو بین الملل روسیه را مسئول کشته شدن دست کم 200 غیر نظامی در سوریه می داند. این سازمان مدافع حقوق بشر امروز اعلام کرد که ارتش روسیه با کاربرد بمب‌های خوشه‌ای و هدایت ناشده در سوریه تلفات سنگین بر غیر نظامیان وارد کرده است، اما روسیه این ادعا را رد می کند. سازمان عفو بین الملل گزارشش را درباره تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی روسیه بر سوریه به روز چهارشنبه پخش کرد. در این گزارش کشته شدن غیر نظامیان جنایت جنگی و نقض روشن قوانین بشر دوستانه جهانی گفته شده است. در این گزارش کشته شدن 200 غیر نظامی در 6 حمله هواپیماهای روسی در 2 ماه در ایالت های هومس، ادلب و حلب بازتاب یافته است. روسیه تا کنون کشته شدن حتی یک غیر نظامی را نیز در حمله هایش در سوریه نپذیرفته است. ما می خواهیم که بررسی های مستقل و همه جانبه ای درباره حمله های روسیه بر غیر نظامیان در سوریه انجام شوند. روسیه جنایت جنگی مرتکب شده است. در همین حال وزیر خارجه روسیه به روز چهارشنبه با رهبر حزب کردان ترکیه که در نبرد با داعشان از پیکارجویان کرد سوریه پشتیبانی میکند در مسکو دیدار کرد. روسیه بر بنیاد خواست حکومت سوریه در عملیات ضد اراسفگنی در این کشور سهم گرفته است و آماده است تا با تمامی شورشیانی که با اراسفگنان می جنگد همکاری کند. روسیه به روز 21 ماه میزان سال روان خورشیدی برای کمک به نبرد حکومت بشارالاسد در برابر اراسفگنی حمله های هوایی و دریایی را بر سوریه آغاز کرد. و اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. حکومت پاکستان از حکومت هند می خواهد که در ماه جنوری سال 2016 میلادی گفتگوهای صلح را با حکومت این کشور آغاز کند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان می گوید که اسلام آباد انتظار پاسخ مثبت هند را دارد تا گفتگوهای صلح به سطح وزیران خارجه میان دو کشور برگزار گردند. ارتش عراق وارد شهر رمادی شد. سخنگوی ارتش عراق میگوید که ارتش این کشور به این شهر داخل شده است و درگیری ها میان جنگجویان داعش و نظامیان عراق ادامه دارند. شهر رمادی برای گروه داعش یک شهر راهبردی به شمار می رود. در انفجار در فرودگاه استانبول یک تن کشته شده است. پلیس استانبول میگوید که این انفجار ناوقت‌های دیشب در این فرودگاه رخ داد و افزون بر کشته شدن یک زن، یک تن دیگر زخم برداشته است. اما این انفجار زیان‌های مالی به همراه نداشته است و تاکنون علل این انفجار نیز روشن نشده است.
با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نبود زمین برای ساخت کارخانه ها از علتهای اند که شمار از سرمایه گذاران نمی توانند در کشور سرمایه گذاری کنند. شمار از صاحبان صنایع می گویند که بزرگترین مشکل در برابر سرمایه گذاری ها در کشور نبود زمین است و در حال حاضر شمار از سرمایه گذاران با وجود آن که ماشین های کارخانه ها را به کشور آوردند، اما حکومت نمی تواند به آنان زمین بدهد. این در حال است که گفته می شود صدها هکتار زمین پارک های صنعتی در حال حاضر غصب شده اند و یا هم به اجاره داده شده اند. شماری از صاحبان صنایع میگویند که از چند سال بدین سو منتظر توزیع زمین از سوی حکومت بودند، اما حکومت قادر نیست که برای ساخت کارخانه با آنان زمین بدهد. آنان میگویند ارزش میلیون ها دلار ماشین های کارخانه ها را به کشور آوردند و این ماشین ها در کانتینرها بسته ماندند، زیرا برای ساخت این کارخانه ها و به کار انداختن این ماشین ها زمین در اختیار ندارند. امروز به اون ما ضرورت داریم، به جای و زمینش ضرورت داریم که نداریم، مجبور هستیم. دستگاه ماشین های ما امروز بیرون ماندگی است. از اثر چی؟ از اثر به جای و به زمینی. از سوی دیگر انجمن صنایع افغانستان نیز نبود زمین را یگانه علت فرار سرمایه از کشور می داند. نبود زمین در مرکز باعث یک مقدار از سرمایه ما و باعث دلسردی از سرمایه گذارا شده که زمین نبوده، بناهن اونا ناگزیر پیسه خود از افغانستان کشیده. این در حال است که گفته می شود در حال حاضر به علت نبود زمین بیش از 30% کارخانه های تولیدی در بخش های رایشی فعالیت دارند. اکنون در حدود 10 پارک صنعتی فعال در کشور وجود دارند، اما گفته می شود که بخش از زمین های این پارک ها غصب شدند و یا به افراد توزیع شدند که برای هدف های صنعتی از آن کار نمی گیرند. با وضعیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، صادرات میوه های کشور بخش مهم و بزرگ از بازرگانی افغانستان را خواهد ساخت و حکومت باید در این بخش کار کند. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع می گویند که برای افزایش صادرات فراورده های باقی کشور به بازارهای جهانی و بسته‌بندی های معیاری نیاز است و حکومت باید در این بخش سرمایه گذاری های گسترده را جلب کند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی زمینه را برای رایابی فراورده های کشور و بازارهای جهانی فراهم میسازد. از این رو نیاز است که حکومت برای معیاری سازی بسته‌بندی و سنجش کیفیت فراورده ها مراکز بزرگ بسته‌بندی و پروسس را در کشور بسازد. در سازمان تجارتی بین المللی دنیا WTO یک نورم و یک امر حتمی و فرضی نمی هستند که اجناس صادراتی ما باید در پکن های مشخص و در نورم های مشخص و در کوالیتی مشخص باید باشه. ما برای تا هنوز متاسفانه ظرفیت نداریم و ای پیش از وقت بودن باید قبلا ما کار میکنیم. در این رابطه باید ما وظایف خود انجام میدادیم، بعد از اون میرفتیم به طرف سازمان WTO. این مسئولان میگویند که اگر افغانستان با یک مدیریت درست از امتیازهای سازمان تجارت جهانی بهره برداری نکند، با زیانهای بزرگ روبرو خواهد شد. تا زمانی که حکومت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان اراده استفاده از امتیازات WTO را نداشته باشند و تا زمانی که ما اراده بین المللی شدن اقتصاد افغانستان را نداشته باشیم، پیوستن به WTO و معرفی کردن WTO به افغانستان و افغانستان به WTO اصلا یک اقدام بی‌جایی بوده. این در حال است که گفته می شود افغانستان با به دست آوردن عضویت سازمان تجارت جهانی تا 10 سال آینده از امتیازهای ویژه این سازمان برای بهبود و معیاری سازی صادرات بهره مند خواهد شد و در این بخش کشورهای عضو این سازمان افغانستان را کمک های فنی خواهد کرد. و اکنون این هم سمیر رسا با چند خبر ورزشی. آقای رسا خوش آمدین. تشکر. چه از داشته های ورزشی امشبتان؟ با تعقیب خبری که دیشب داشتیم از میزبانی بعد هندیان که بازیکنان تیم فوتبال افغانستان شکایت کردند، بله، و امروز فدراسیون فوتبال افغانستان هم این موضوع را تایید کرد و گفت که ما با کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کردیم، بله، که چگونه یک میزبان مسابقات چنین رفتار را در برابر تیم ملی فوتبال افغانستان انجام میتن. بله. و یک خبر دیگه هم از با فرارسیدن سال نو میلادی کریستیانو رونالدو هم خبرساز شد، کامره را خواست به خانه خود که ما اینچنین یک خانه مجلل و با شکوه دارم به نمایش گذاشته و برآورد کرده که خانهش 7 میلیون بیشتر دلار ارزش داره.
البته این تنها یک خانه از چندین جای دیگر هم خانه داره. یک خبر هم از دنیای تنیس داریم که جوکویچ و همچنان سرنا ویلیامز یک بار دیگر بهترین ورزشکاران سال در بخش زنان و مردان انتخاب شدند از سوی فدراسیون تنیس. بعد از میان برنامه به این گزارش ها می‌پردازیم. باستم خوش آمدید. میزبانی بعد هندیان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا، ناخوشنودی گروه فنی تیم ملی و ناخوشنودی رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان را برانگیخته است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که هند در برخی موارد کارشکنی کرده است و در فراهم ساختن امکانات لازم طبق قوانین جهانی کوتاهی کرده است. از همین رو افغانستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده است. مسئولان تیم ملی فوتبال افغانستان از میزبانی بد ایندیان در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا شکایت دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که مسئولان برگزاری رقابت‌های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا در برابر تیم فوتبال افغانستان مشکلات بزرگی به وجود آوردند و فدراسیون فوتبال کشور نیز از میزبانی ایندیان ناخوشنودی نشان داده و از این رو دبیر کل این فدراسیون برای از میان برداشتن این مشکلات رهسپار این شده است. ما مکاتب برای UFC و فیفا هم روان کردیم شکایت خود از نحوه برگزاری مسابقات به گوش از اونام رساندیم. ما خیلی مواظب هستیم، امیدوار هستیم که اینا با این شکل نباید قهرمانی را از افغانستان بگیرند. اگر میگیرند از نگاه فوتبالی و از نگاه ظرفیت بالای فوتبالشان باید قهرمانی بگیرند. مشکلاتی که زیادتر ما رنج میده مشکلاتی است که در برنامه ریزی ما تغییر میاره و در تمرینات ما این مشکلات از چند ناحیه است، از ناحیه هتل است، از ناحیه ترانسپورت و از ناحیه زمین فوتبال است. اما با وجود تمامی مشکلات به وجود آمده، آقای لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال کشور از روی بلند ملی پوشان برای روی با بنگلادش سخن میزند. بچه ها آمادگی خوب دارن از هر نگاه، چون در قطر ما هم اردوگاه داشتیم و بچه ها آمادگی روحی و روانی و همچنان آمادگی فیزیکی خوب دارن. رقابت های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا در شهر تریواندروم این برگزار می شوند و افغانستان با عنوان مدافع قهرمانی در گروه دوم این پیکارها با بنگلادش، این و بوتان هم گروست و در نخستین دیدارش حصر پنج شنبه به مسافه بنگلادش خواهد رفت. این دیدار به گونه زنده و قانونی از تلویزیون‌های طلوع و لمر پخش خواهد شد. اما فوتبال در افغانستان و راه رسیدن به پیروزی. فوتبال در کشور پس از سقوط حاکمیت طالبان از نو به فعالیت آغاز کرد و پس از رفع تعلیق در فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در راه پرفراز و نشیب گام برداشت که پر از ترس، دلهوره، امیدواری، ناامیدی، پیروزی و شکست بود. فوتبال افغانستان با انتخاب راه دقیق و هدفمند توانست بسیار زود پیروزی های چشمگیر را نصیب شود و در دل میلیون ها شهروند کشور جای بگیرد. کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان به مناسبت سال نو میلادی خانه‌اش را به هوادارانش به نمایش گذاشت. این خانه رونالدو که در یکی از بخش‌های گرانبهای مادرید پایتخت اسپانیا موقعیت دارد، ارزش آن بیشتر از 7 میلیون دلار است. رونالدو میگوید در خانه بیشتر وقتش را به استراحت و تماشای بازی فوتبال با دوستانش سپری می‌کند. نیاز به استراحت زیاد دارد و میگوید که این تنها خانه من نیست، بلکه در دیگر بخش‌ها هم خانه دارم. فدراسیون بین‌المللی تنیس نواک جوکویچ و سرنا ویلیامز را به ترتیب به عنوان برترین بازیکنان مرد و زن جهان معرفی کرد. هر یک از این دو تنیس باز سه گرند اسلم از چهار گرند اسلم سال 2015 میلادی را زان خود کردند و در سطر رده‌بندی جهان ایستادند. ویلیامز برای ششمین بار عنوان قهرمانی فدراسیون بین‌المللی تنیس را زان خود کرده است. جوکویچ نیز امسال را برای چهارمین بار به عنوان مرد نخست تنیس جهان به پایان رساند و برای پنجمین بار این عنوان را زان خود کرد. این خبرها تا این ساعت از توجهتان جهان سپاس. والا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.